سر خط خبرها. ادامه گمان زنی درباره انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه میگوید اسرائیل بمبگذاری کرد. احتمال بازگشت محدودیت‌ها به تهران برای کنترل شیوع کرونا. کتابخانه‌های پایتخت دوباره تعطیل شد. آتش داره از تو خایز داره زیاد پیشروی می‌کنه. آتش دوباره در زیستگاه حیات وحش خائیز. یک آتش نشان داوطلب دیگر در نوراباد ممسنی جان باخت. و حضور چشمگیر ترکیه در بازار جهانی فیلم و سریال. قصه های شرقی با رنگ و لعاب غربی. سلام، عصرتون بخیر. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع میگوید که حادثه اخیر در یکی از اماکن تاسیسات هسته‌ای نتنز بمب‌گذاری بوده. این روزنامه به نقل از منبعی در سپاه پاسداران عامل حادثه را مواد منفجره اعلام کرده و از قول یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه گفته که انفجار کار اسرائیل بوده. البته اسرائیل دست داشتن در این حادثه را نه تایید کرد نه تکذیب. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران حادثه پنجشنبه گذشته در مجتمع نتنز را دارای اهمیت راهبردی توصیف کرده و گفته دلیل اعلام نکردن علت آن زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات راهبردی است. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. حادثه ای که چند روز پیش اینجا اتفاق افتاد همچنان معماست. حادثه در یکی از ساختمان‌های مجتمع غنی‌سازی اورانیوم در نتنز، شاید یکی از مهمترین سایت ها. حالا روزنامه نیویورک تایمز مدعی است کمی از گره معما را باز کرده. این روزنامه به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه که نامی از او نبرده گفته که اسرائیل در این ساختمان بمب گذاشته بود. این روزنامه همچنین به نقل از یک عضو سپاه پاسداران که نامش را افشا نکرده گفته که عامل حادثه مواد منفجره بوده. پیشتر گمان زنی هایی از نقش اسرائیل در این حادثه مطرح شده بود. اسرائیل اما نه تایید کرده نه تکذیب. سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریع. سخنان رهبر ایران دو سال پیش. برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام. دو روز پس از این حرف ها بود که این مرکز در نتنز افتتاح شد. هدفش برآورده کردن خواسته آیت الله خامنه ای. حالا سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید این همان جایی است که 4 روز پیش حادثه دید. پیشتر مسئولان از محل حادثه دیده به عنوان یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز سایت نتنز نام بردند. بهروز کمالوندی گفته که ساخت این سوله 7 سال پیش شروع شده بود. در سال 94 یعنی همان سالی که برجام امضا شد کار تکمیلش متوقف شد، اما بعد از خروج آمریکا از برجام از سر گرفته شد و افتتاح شد. چند روز پیش که این مرکز حادثه دید ابتدا تنها این عکس از آن منتشر شد. همیشه که دارید می‌بینید و بعد از آن توضیحات سخنگوی سازمان انرژی اتمی، سخنانی که شاید او در آن تلاش داشت ماجرا را کم اهمیت نشان دهد. چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت و میتونم بگم هیچ از حتی ما کندی هم نداریم. حالا او خسارت‌های مالی را قابل توجه دانسته و گفته در میان مدت ممکن است باعث کندی یا توقف کار این سازمان شود. به گفته ی آقای کمالوندی، بخشی از تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق در ساختمان محل حادثه از بین رفته و بخشی دیگر هم خسارت دیده. اپراتور محترم سالن زنجیره‌ها، ایران پارسال گفته بود که سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در این مرکز فعال کرده. سانتریفیوژهایی که گفته می‌شود راندمانشان 9 برابر سانتریفیوژهای قدیمی است. بنای دستگاه قضایی بود باشه، مسئولی که مسئولیت داشت باید پاسخگو باشه. امروز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، خواستار پیگیری موضوع شده.
چند روز پیش بیانیه‌ای به دست شماری از روزنامه‌نگاران بی بی سی رسید که در آن گروهی ناشناخته به نام یوزپلنگان وطن مسئولیت این حادثه را به عهده گرفت. بی بی سی البته نمی‌تواند صحت و سقم این ادعا را تایید کند. هنوز ابهام‌های زیادی درباره حادثه نتنز وجود دارد. مسئولان ایرانی می‌گویند علت دقیق را می‌دانند ولی فعلاً قصد ندارند آن را اعلام کنند. مسلم است که این حادثه باعث کند شدن برنامه‌ای می‌شود که اسرائیل مخالف آن است. فیروزه اکبریان، بی بی سی. از بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره گزارش نیویورک تایمز و احتمال درست بودن آن پرسیدم. فقط الان میشه گمانه‌زنی کرد واقعا. آنچه که با قاطعیت میشه گفت اینه که اون خبرهای اولیه‌ای که دولت ایران آقای کمالوندی میدادن صحت نداشت، که میگفتن اتفاق بزرگی رخ نداده، آتش سوزی بوده. خیلی قرائن بعید ندارن که تنها آتش سوزی نبوده بلکه انفجار هم بوده، یا آتش سوزی و انفجار، یا انفجار باشه آتش سوزی، یا هر کدوم بخوام بذاریم. حالا آیا این انفجار مثلا بگیم در اون محل یک جنراتور برق اضطراری وجود داره که گویا گازوئیلش هم خودش تهیه همونجا انبار شده است، مثلا میتونه انفجار آنجا صورت گرفته، ولی میتواندم از طریق بیرونی، از بیرونی اونجا کار گذاشته باشد. به نظر من آنچه که تقریبا با احتمال خیلی زیاد میشه رد کرد اینه که یک حمله سایبری باشه. شما حمله سایبری، شما میتونید مثلا یک سانتریفوژ کار بندازید خراب بکنید، اما اینی که یک انفجار ایجاد بکنید همچین چیزی نمیشه، اون تقریبا میشه منتفی دانست. اما اینکه کسی در آنجا بمبی جایگزین کرده باشد که در لحظه معین منفجر شده، ممکنه در عرصه امکاناته، اما واقعا قضاوت دقیق مشکل راجبش. البته آنچه که باز هم این تئوری که ممکن است از بیرون بمبی گذاشته باشند چش تبلیغ وقتی قوی میکنه، تقویت میکنه، این از که جمهوری اسلامی ظاهراً یا نمیداند یا نمیخواهد بگوید، در حال تردید دارد راجب این که علت این سانحه چه بوده، و این عدم و کسایی که دستن در کارن در اون محل هستن بازدید میکنند، اونا راجب منشأش تردید دارن، خب این جای گمانه‌زنی رو افزایش میده که عامل خارجی اونجا دست داشته. بهروز بیات بود. در ایران بر اساس آمار رسمی در شبان روز گذشته بیش از 2600 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 160 نفر هم جانشان را از دست دادند. در تهران یک مقام رسمی صحبت از بازگشتن محدودیت‌ها کرده و کتابخانه‌های این شهر هم دوباره تعطیل شد. اما پایتخت تنها جای ایران نیست که می‌خواهد بحران کرونا را مدیریت کند. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. جنگ فرسایشی ایرانی‌ها با ویروس کرونا ادامه دارد. ویروسی که بیش از 4 ماه از کار روزانه کشور را مختل کرده، همچنان نزدیک 1/3 استان‌های ایران را در وضعیت قرمز و 1/3 دیگر را در وضعیت هشدار نگاه داشته، طبق آمار وزارت بهداشت. صحبت از برگشتن محدودیت هاست و شاید یک دوره خانه نشینی اجباری دیگر. انگار اجباری شدن زدن ماسک در مکان‌های عمومی سربسته هم کافی نیست. ماسک هایی که صادرات انواع آن به خارج از ایران فعلا ممنوع اعلام شده. جنگ با کرونا نه فقط طولانی شده بلکه از گستردگی آن هم چیزی کم نشده. تقریبا تمام شهرهای پر جمعیت ایران به نوعی درگیر هستند. یکی از آنها مشهد. نیمی از شهرستان استان خراسان رضوی الان وضعیتشون قرمز هستش و آمار مبتلایان، فوتی ها و بیمارایی که به بیمارستان ها مراجعه می کنن هر لحظه در حال افزایشه. البته آمار دقیقی رو منابع بهداشتی به صورت دقیق اعلام نکردن، ولی چیزی که امروز من از پزشکان شنیدم، از کادر درمانی شنیدم، این هستش که در امروز، یعنی در واقع 16 تیر نسبت به ماه گذشته، بیش از 2 برابر ما امروز آمار مبتلا داریم و آمار فوتی ها هم به همون میزان بالا رفته.
بیشتر مبتلاها تا جایی که من شنیدم افراد بین 40 تا 60 ساله هستن که دو تا بیمارستان بزرگ مشهد، بیمارستان 600 تخت خوابی امام رضا و بیمارستان شریعتی به اصطلاح بستری هستن. در جنوب ایران وضعیت مشابهی حکم فرماست. نماینده بندر عباس در مجلس ایران میگوید وضعیت این شهر فوق قرمز است و در همین حال شرکت پالایش نفت بندر عباس گفته برای حمایت از کادر نظام پزشکی استان و جلوگیری از شیوع کرونا 50 میلیارد تومان کمک خواهد کرد. استانهای خوزستان و بوشهر هم شرایط بهتری ندارند. یکی از دو مسابقه این هفته لیگ برتر فوتبال ایران که دیروز لغو شد قرار بود در استان بوشهر برگزار شود. اما استقلالی ها که گفته می شود نتیجه آزمایش کرونای چندین بازیکنشان مثبت بوده برای سفر به جنوب کشور خطر نکردند. کرونا در ایران حضور پررنگی دارد. مردم خستند و نگران. هر شهروندی برای جلوگیری از شیوع بهایی پرداخته. اما سایه نگرانی از ابتلا همچنان بالای سرشان. پوریا جعفری، بی بی سی. چند خبر کوتاه. عربستان تدابیر بهداشتی برای مراسم حج را اعلام کرد. امسال عده کمتری اجازه شرکت در این مراسم را دارند و آنها نباید کعبه را لمس کنند. آنها همچنین میباید فاصله اجتماعی را به اندازه 1.5 متر رعایت کنند. استفاده از ماسک هم اجباری شده. برخلاف هر سال که میلیون ها مسلمان در این مراسم شرکت میکردند، امسال فقط چند هزار نفر اجازه حضور دارند. درهای موزه لوور پاریس بعد از حدود 4 ماه دوباره باز شده، البته با تدابیر بهداشتی ویژه. مسیرهای مشخص و یک طرفه، تعداد محدود بازدید کننده و استفاده اجباری از ماسک از جمله راهکارهایی است که مسئولان موزه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در نظر گرفتند. هر سال بیش از 10 میلیون توریست از موزه لوور بازدید می‌کنند. مسئولان موزه گفتند که در صورت باز نشدن مرزهای اتحادیه اروپا، تعداد آنها ممکن است 80% کاهش یابد. محمد نوریزاد، فعال سیاسی زندانی در ایران، میگوید مسئولان زندان او را تهدید به سربنیست شدن کردند. آقای نوریزاد در پیامی صوتی به فرزندش از احتمال انتقالش از زندان اوین به زندان تهران بزرگ فشافویه و یا یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خبر داده. این زندانی سیاسی همچنین گفته که مسئولان زندان از تحویل دادن چندین نقاشی که او در داخل زندان کشیده به خانواده‌اش خودداری می‌کنند. هدف آقای نوریزاد فروش این نقاشی ها و کمک به زندانیان دیگر بوده. در ایران سمیه محمودی، نماینده شهرضا و دهاغان، در مجلس میگوید از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها استفاده نشده. خانم محمودی در این مورد گفته اعضای هیئت رئیسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیئت رئیسه و کمیسیون ها تاکید کردند که زن باید بچه داری و خانه داری کند. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران از بوستون آمریکا با ماست. خانم حقیقت‌جو، واکنش شما چیه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. خب این نگرانی رو دامن می‌زنه که مجلس 11 که حتی یک نماینده با تجربه رو حاضر نیست در هیئت رئیسه کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس بپذیره، با طرح‌ها و لوایح و مسائل نظارتی مربوط به زنان چه کار خواهد کرد؟ ببینید، 3 نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس فعلی برای اولین باری که در واقع سابقه نمایندگی دارن، قبلا نماینده نبودن و سوابق چندانی در بیرون نداشتن، اما به صرف جنسیت، به صرف اینکه اینها مرد هستن، این امکان حضور در هیئت رئیسه رو پیدا کردن. اما خانم سمیه محمودی به عنوان مثال، ایشون برای دومین باره که نماینده مجلس هست و این امکان رو پیدا نکرده. برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس لازم هستش که در واقع کسی سابقه نمایندگی داشته باشه، حتما بهتر عمل خواهد کرد. به عنوان نمونه آقای قالیباف، آقای علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس، سید محسن دهنوی، روح الله متفکر آزاد، این 4 نفر 4 نفری هستن که به هیچ عنوان سابقه نمایندگی مجلس نداشتن. به همین ترتیب اگر هیئت رئیسه کمیسیون ها بررسی بشه همین شکل خواهد بود و این متاسفانه یک آهنگ نگران کننده برای 4 سال بعدی مجلس خواهد بود که
البته ما میدونستیم این مجلس مجلس تندرو و اصولگرا هست، عملکردش الان روشن هست، ولی این مجلس تندرو و اصولگرا نگرشش در همون یک جمله معلومه: زن برای همسری و بچه داری. همین خواهیم حقیقت جو، این نگاه این آیا این نگاه زن ستیزانه مختص به این مجلسه؟ نه خیر، در بعضی از مجالس دیگه هم بوده. به عنوان نمونه در مجلس چهارم و پنجم نمایندگان زن میخواستن طرح مربوط به استفاده از بورس برای اعزام دانشجویان مجرد زن رو به تصویب برسونن. با برخورد بسیار خشن و بی‌ادبانه بعضی از نماینده‌ها مواجه میشن و آخرم مجلس این رو تصویب نمیکنه. همین طرح میاد در مجلس ششم تصویب میشه و طرحهای دیگه هم تصویب میشه. مثلا در مجلس ششم بسیاری اوقات حتی نمایندگان روحانی مثل حجت الاسلام قوامی که رئیس کمیسیون قضایی بود بارها از ما تقاضا کرد که وقت گفتگو در دفاع از یک در واقع طرح مربوط به زنان رو به اونها بدیم، به خاطر اینکه میگفتن که من روحانی هستم، اگر من دفاع بکنم احتمال اینکه در شورای نگهبان تصویب بشه بیشتر هست. و خب میبینیم که همیشه گاهی اوقات نگاه ها بد بوده، ولی مجالسی مثل مجلس ششم هم کلیت مجلس نگاه مثبتی به قوانین و لوایح زنان داشته. ولی آیا باز این نگاه مختص به مجلس فرزن آقای روحانی؟ یکی از وعده های انتخاباتش این بود که وزیر زن داشته باشه و هرگز این وعدهش عملی نشد. بله، متاسفانه در کل حاکمیت از شخص آقای خامنه‌ای گرفته تا پایین تر نگاه مثبتی نسبت به زنان ندارن. در مجلس ششم که من به شدت پیگیری میکردم که زنان در پست‌های مختلف قرار بگیرن، سر بحث سفیر شدن زن به طور مشخص آقای خرازی و آقای خاتمی گفتن که شخص آقای خامنه‌ای مخالفه. بله. البته بعدها دیگه لابد نظرشون عوض شد که ما الان سفیر زن داریم. بله، متاسفانه هنوز چنین باوری در جامعه وجود نداره، با اینکه زنان ما بسیار زنان توانمندی هستن، در عرصه‌های مختلف خودشون رو نشون دادن، ولی در واقع زنان مجلس 11 نباید از کسی اجازه بگیرن، باید خودشون برن لابی انجام بدن، پیگیری بکنن، در هیئت رئیسه کمیسیون‌های سال آینده انتخاب بشن. متشکرم فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران. بعد از فروکش آتش‌سوزی‌های گسترده در ارتفاعات باشت، گچساران و نورآباد ممسنی در جنوب غربی ایران، ساعتی پیش خبر رسید که منطقه حفاظت شده خائیز در نزدیکی شهرستان بهبهان هم دستخوش آتش شده. این منطقه ماه پیش هم قربانی یک حریق گسترده شد. سیاوش اردلان در گزارشش می‌گوید آتش‌سوزی امروز خائیز به سد مارون و منطقه تنگ تکاب نزدیک است که اهمیت محیط زیستی زیادی دارد. امروز 16 تیر ماه 99 دوباره خائیز آتش گرفت این صحنه و این صحنه‌هایی از آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز است که هنوز دستخوش حریق نشده بود. اینجا ضلع شمالی خائیز است که در نزدیکی منطقه حفاظت شده تنگ تکاب قرار دارد در جنوب غرب ایران. و ما از همه تقاضای کمک داریم که به کمک خائیز به نگاه کنید. دود چقدر غلیظه، این دود سیاه و غلیظ نشون دهنده اینه که آتش داره از تو خائیز داره زیاد پیشروی میکنه. این منطقه یکی از غنی ترین زیستگاه‌های حیات وحش در ایران است. دست کم 1000 رأس کل و بز در اینجا زندگی میکنند، به علاوه آهو و نژادهای مختلف پرندگان. نقطه بالای سد دقیقاً داوطلبان مهار آتش میگویند دامنه حریق حالا به سد مارون هم رسیده، جایی که دارای پوشش درختی متراکم و زیستگاه‌های متراکم‌تر جانوری است. اینم جایی که سوخته، شیب اون بسیار تنده. آتش سوزی در منطقه خائیز ماه گذشته به لحاظ اهمیت زیست محیطی آن توجه افکار عمومی را به آتش‌های گسترده در جنگل‌ها و مراتع زاگرس جلب کرد. مقامات یگانه حفاظت محیط زیست گفتند از وزارت دفاع درخواست بالگرد برای انتقال نیرو دادند، ولی فعلا این فقط شرکت نفت بود که این بالگرد را به منطقه اعزام کرد. بحث تأخیر وزارت دفاع در اعزام بالگرد همیشه یک معضل بزرگی بود که باعث گسترش آتش‌سوزی‌ها شده
و دلیلش به اختلافات مالی بین وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها باز می‌گردد. یا خدا. آتش سوزی امروز در خائیز و در نزدیکی تنگ تکاب پس از دو روز آتش سوزی در ارتفاعات باشت و گچساران و همچنین نوراباد ممسنی در استان فارس رخ می‌دهد. این آتش سوزی ها مناطق وسیعی از طبیعت اطراف باشت و گچساران و نوراباد ممسنی را نابود کرد. از جمله درخت های کهنسال بلوط که جزء میراث طبیعی ایران هستند. در جریان این آتش سوزی ها یک جوان داوطلب دیگر در نوراباد ممسنی به اسم محمد جواد مختاری به علت سوختگی های شدید جانش را از دست داد. به این ترتیب شمار قربانیان آتش سوزی های زاگرس در یک ماه و نیم اخیر به 6 نفر می رسد. در این مدت بیش از 40,000 هکتار از جنگل ها و مراتع ایران در استان های فارس و کهگیلوی بویر احمد، کرمانشاه و کردستان و خوزستان و ایلام سوختند. مقامات ایران گفتند تنها 1,000 هکتار سوخت. ولی برآوردهای سازمان فضایی ایران نشان داد که ابعاد واقعی خسارت ها 40 برابر وسیع تر بودند. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزارت دفاع دولت وفاق ملی لیبی از حمله هوایی کشورهای حامی ژنرال خلیفه حفتر به پایگاهی در غرب لیبی خبر داد. مسئولان دولت وفاق ملی میگویند حمله به پایگاه هوایی وطیه از سر استیصال و برای بالا بردن روحیه نیروهای ژنرال حفتر بعد از شکست‌های پی در پی صورت گرفته. گفته شده این پایگاه هوایی که به تازگی از نیروهای خلیفه حفتر پس گرفته شده، حالا محل استقرار نیروهای ترکیه است. ترکیه از دولت وفاق ملی حمایت می‌کند. مصر، امارات، روسیه، عربستان و فرانسه هم از ژنرال حفتر حمایت می‌کنند. حسن هاشمیان، تلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، فکر می‌کنید چه کسی پشت این حمله ممکنه باشه و با چه هدفی انجام شده؟ رسماً اعلام شده که نیروی هوایی ارتش ملی به رهبری آقای خلیفه حفتر پشت این قضیه است. ولی با توجه به اینکه حمله با 9 جنگنده صورت گرفته و در اقصا نقاط غرب لیبی اتفاق افتاده، بین مصراته و زنتان و در واقع اونجا خیلی حفاظت شده است، به نظر میرسه که آقای سیسی رئیس جمهور مصر تهدیدی که اواخر ژوئن در رابطه با برخورد و رویارویی مستقیم با نیروهای ترکیه داشته، الان به نظر میرسه که اینو عمل کرده، چون که تخریب هم خیلی بالا بوده و بنابراین اینها نیاز داشتن به این حمله که به این صورت شکل بگیره. به اعتقاد من اکثر کارشناسان معتقد نیستن که حفتر تونسته این کارو بکنه. متشکرم حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب. صنعت فیلم ترکیه یکی از برنده های اصلی پدیده نمایش فیلم های آنلاین است. حالا ترکیه بعد از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ سریال های تلویزیونیه. این سریال ها در خاورمیانه، روسیه و آمریکای لاتین تماشاچیان زیادی پیدا کرده. ایلگین کارلیدا گزارش میده. یک فیلم پرهیجان تا یک درام مدرن، تا تاریخ و رمزگشایی. این فیلم ها چه وجه مشترکی دارند؟ همه جزی از صادرات فیلم از ترکیه هستند که موفقیت چشمگیری داشتند و بعد از آمریکا از نظر حجم صادرات در رده دوم قرار گرفتند. این فیلم ها تأثیر زیادی بر روی نحوه دیده شدن تاریخ، فرهنگ و سیاست در ترکیه از چشم جهانیان داشته. این نسخه دوبله قدیمی یک فیلم تاریخی است که 2 ماه پیش در پاکستان نمایش داده شد و تا به حال بیش از 500 میلیون بیننده داشته. حتی نخست وزیر پاکستان هم یک بیننده پروپا قرص بوده. رئیس جمهوری ونزوئلا هم فیلم را تماشا کرده. راز محبوبیت فیلم های ترکی چیست؟ من این سوال را از یک هنرپیشه آلمانی اهل ترکیه پرسیدم که در یک سریال نتفلیکس به نام در دل شب بازی می کند. این فیلم ها از یک طرف با مضامین و ارزش های شرقی مثل خانواده سر و کار دارند و از طرف دیگر این را با شیوه های سرگرمی غربی ترکیب داده. به لطف نمایش آنلاین فیلم ها حالا می توان صادرات صنعت فیلم ترکیه را در 190 کشور دنیا تماشا کرد. Netflix
نتفلیکس و دیگر خدمات دهندگان فیلم‌های آنلاین به سازندگان فیلم‌های ترکی خواهند آموخت که هویت خود را حفظ کنند ولی به زبان جهانی تلویزیون حرف بزنند. Not everyone revels in the success of Turkish drama. ولی همه از موفقیت فیلم‌ها و سریال‌های ترکی خوشنود نیستند. آنها می‌گویند در این فیلم‌ها تاریخ ترکیه بر اساس روایت‌های مذهبی و سیاسی بازخوانده شده‌اند. از طرف دیگر محافظه‌کاران در ترکیه می‌گویند این فیلم‌ها به ترویج بی‌اخلاقی روی آورده‌اند. سازمان ناظر بر صنعت فیلم‌ها در ترکیه قبلاً بعضی از سازندگان فیلم‌ها را به اتهام ترویج مشروب‌خوری و تضعیف ارزش‌های خانواده جریمه کرده. با اینکه فیلم‌ها و سریال‌های ترکی موفقیت چشمگیری در خارج کشور داشتند، نمایانگر یک رویارویی در داخل ترکیه بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها هم هستند. چند خبر کوتاه. جاشوا وانگ، فعال طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ، از کشورهای جهان خواسته در برابر قانون امنیتی جنجالی چین ایستادگی کنند. او و دو فعال جوان دیگر امروز به اتهام اجتماع غیرقانونی در تظاهراتی که پارسال برگزار شد در دادگاه حاضر شدند. در حالی که اکثر فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگ را ترک کرده اند، آقای وانگ گفته که در هنگ کنگ میماند و تسلیم پکن نخواهد شد. همزمان مقام‌های وزارت آموزش هنگ کنگ گفتند تمام کتاب‌هایی را که استقلال و حاکمیت تو هنگ کنگ را رواج می‌دهد از کتاب فروشی ها جمع خواهند کرد. دولت بریتانیا از امروز به طور مستقل فهرستی از ناقضان حقوق بشر منتشر می‌کند. این اقدام بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، گفته دارایی‌های ناقضان حقوق بشر در بریتانیا بلوکه می‌شود و آنها اجازه ورود به این کشور را نخواهند داشت. اولین فهرست قرار است شامل اتباع روسیه، عربستان و کره شمالی باشد. انیو موریکونه، آهنگساز مشهور ایتالیایی، در 91 سالگی درگذشت. حتما بسیاری از شما با این موسیقی آشنا هستید. او با ساختن موسیقی در دهه 60 میلادی و به ویژه برای همین فیلم خوب بد زشت به شهرت رسید که یکی از معروف‌ترین موسیقی‌های متن در جهان به شمار میره. این یکی از نتایج همکاری آقای موریکونه با سرجیو لئونه بود، کارگردانی که سبک وسترن اسپاگتی رو بنا کرد. نمونه‌های دیگه این همکاری موسیقی فیلم‌های به خاطر یک مشت دلار و روزی روزگاری در آمریکا هستند. به جز سبک وسترن، موسیقی فیلم تحسین شده مانند سینما پارادیزو را هم تصنیف کرد. انیو موریکونه در میان چندین جایزه‌اش دو اسکار هم داشت و دومین اسکارش را سال 2016 برای موسیقی فیلم 8 نفرت انگیز ساخته کوئنتین تارانتینو دریافت کرد. او در زادگاه شهر روم ایتالیا درگذشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.